بازی که با محمد یعقوبی رو انجام دادم توی اسنوکر خیلی یادتون دیدیم. فکر میکنم تا این لحظه که دارم چک میکنم بالای 8000 نفر یا 10000 نفر بازی رو دیدن. بعد یک روز دیگه گفتیم که بیام حالا یه دست پاکت بیلیارد هم بازی بکنیم، رشته 9 بال، بریم با هم دیگه این مسابقه رو هم ببینیم. تمام تلاشمو دارم میکنم که بتونم توی بیلیارد شو هم به اندازه اسنوکر شو به دیلی آپلود برسیم. خیلی کار سختیه، حمایت بکنین، انگیزه بگیرم این کارم انجام میدیم. دوستتون دارم، بریم سراغ این ویدیو باحال و جذاب. محمد عزیز رو که توی ویدیو قبلی کامل بهتون معرفی کردم، اینجا قراره یه دست 9 بال بازی بکنیم و دیگه چی؟ 9 فریم هم هست، ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. گفت تصاویر این پی او وی رو هم بخواین کامل ببینید توی پول پی او وی میتونید که تماشا بکنید. چقدر بد زدم. کلن دیگه من با کسی بخوام بازی بکنم بیشتر ترجیح میدم 9 بال بازی بکنم، چون 8 بال خیلی اینجا فهم کرد داره میافته و جلو توپو نگه داشت و دیدیم که به باند خوردش نیافتاد، یعنی جورایی به نفع من شد. بعد عرضم با حضور شما که آره 8 بال رو یه کوچولو شانسی میدونم، چون که هر جایی میتونه توپ وایسه و توپ بعدی بزنی، ولی 9 بال اینطوری نیست. 9 بال حتما باید کنترل کیو بال داشته باشی و یه جورایی شانس رو میگیره از دو بازیکن قاعدتا بخوان شانسی ضربه بزنن. کلی ویدیو ضبط کردم، منتظر تک تکش باشین که آپلود بشه. هم یه سری از ضربات هم میتونید از رو سر بنده ببینید. رئیس تو 9، هر کس 9 فریم ببره برنده بازی. و فریم اول رو باختم. کیوبال نه نمیافته. پیشنهادم میکنم شما هم همین کار انجام بدین، اگر دارین بیلیارد بازی میکنید 9 بال بازی بکنین. اینجا پلنت و خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد. حتما به نظرم که این کار انجام بدید، 9 بال بازی کنید، خیلی بازیتون رو قوی میکنه، خیلی بازیتون رو قوی میکنه 9 بال. اینجا من میخواستم، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، میخواستم نگه دارم کیو بال رو. ببینی مجبوره بازیکن اف بازی بکنه، مجبوره که کنترل کیو بال داشته باشه وقتی 9 بال بازی میکنید. حالا یه لول بالاتر از 9 بال میشه 10 بال، اون دیگه شانس هم ازتون گرفته میشه. یه جوری به نظر من 10 بال حرفه‌ای تر به حساب میاد. چرا؟ به خاطر اینکه 9 بال اگر هم توپتون شانسی بیفته میتونید این شانس رو دارید که ادامه بدید بازی رو، ولی توی 10 بال اینطوری نیست. به ترتیب میزنید توپا رو از 1 تا 10، ولی شانسی دیگه نداره. بله اوکی، برابر 1. بریم به سراغ فریم 3 و ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. همیشه بلا فاصله میز بریک میشه، بعد سریع آنالیز کنی توپا کجاست،
شرایط چیه، چیکار بکنین و طرز فکر بازیکن‌ها. همیشه تو ناین بال وقتی بریک میشه بازیکن ناین بال همیشه اول دنبال توپ نه میگردن، نه کجا وایستاد، شرایط چه شکلیه. سعی کنید توپایی که ماسک میشه با بدنمون از دوربین سر من استفاده کنید، البته اگر گرفته باشه، چون سر من تو حالت عادی بازی رو نمیگیره، توی یه سری شرایط خاص میگیره. اینجا رو اینجا رو چقدر بد شانس توپو به اون خوبی بکشون کیوبال بیفته. رفقا باز هم میگم اگر که بیلیارد و اسنوکر بازی میکنید، بازیتون خوبه، حتما حتما فیلم بازیتون رو بفرستین دایرکت اینستاگرام، هماهنگ بشیم و تشریف بیارین. اینجا بازی رو من باختم فریم سوم رو. معمولا تو بریکای من کیوبال، میگم کیوبال، توپ میفته، فقط اینکه با بدن ضربه میزنم به پک و قدرت زیادی رو انتقال میدم، احتمال افتادنش خیلی زیاده. عیش جارو نگو بکن. ببخشید فهمیدی سوتی من چی بود؟ ببخشید چون اینه من عقب نمیزنم معمولا، ولی اینجا رو ببینید من معمولا عقب نمیزنم. یه چیز سوتی به شما بگم، انقدر ذهن من درگیره یک رو میزه، من اصلا رفتا دارم توپ دو رو پات میکنم. اینجا نگاه، یه آهی میکشم تو ویدیو، نگاه گوش بده. حواسم نبود، بعد از خندم گرفته. بعد یک رو میزدم، من رفتا سراغ دو. خب اینجا دوباره دنبال یه پلنت بودم. خیلی از بازیکن جهانی هم بچه با نوک چوب هدفگیری میکنن و این برای تمرکز خیلی زیاد هستش. خوب نزدم این ضربه رو. همونطوری هم که میدونید مسابقات تهران هم اسنوکر 15 توپ هم 8 بال داره برگزار میشه که هر جفتش رو ثبت نام کردم. انشالله تو مسابقه اگر شرکت میکنید، دارین ویدیو رو هم نگاه میکنی، قسمت باشه با هم دیگه برخورد کنیم. و بعد میگم برای اولین بار من میخوام مسابقات رسمی پاکت بیلیارد رو شرکت بکنم. گفتم تهران هر مسابقه ای باشه، هر رشته ای که باشه، من شرکت میکنم. اینجا با یه کنترل کیوبال خیلی جمع جور و مجلسی میام پشت نو. فریم پنجم دو دو با هم برابر. میخواست توپ هشت رو بنازی، یه توپ دیگه افتاد میدل پاکت و اینجا واه چه شانسی. و ببینیم توپ، نه دیگه، اینجا دیگه شانس با من یاری بود که نیفته. تو که گفتم تو پاکت بیلیارده میتونم بچه گوپرو رو بذارم، یکم کمتر اذیت میشم نسبت به اسنوکر، ولی اسنوکر رو تست کردم، اصلا امکان نداره بتونم مسابقه بدم با گوپرو رو سر، سبک نیستش. یه پلنایی هم برای پی او وی اسنوکر و پول پی او وی هم دارم که به زودی میبینید، چون مخاطبای اون هم حالا شما هستید، ولی اون کانال بین المللیه، چون توش صحبت نمی کنی کانال بین المللی هستش. اینجا نمیزنه. آیا داد توپو؟ فکر کنم داده. آره اینجا توپو میده. بعد بریم سراغ توپه چی میگم هفت.
یه افزیر خوشگل که ضربه پوش و فول نشه. حالا یه فریم من میافتم جلو، 3-2 به نفع من. میبینی معمولا میزنم توپ میفته. آها اینجا رو میبینی ناکن، یه ضربه میزنم پوش اعلام میکنم. اوکی محمد میگه دوباره بزنم، ولی من میدونستم زاویه رو کجا نگه دارم که یکو اینطوری بندازم. و اینم یکی از داستانهاییه که باید چه کسی هستین که داره ضربه میزنه و چه کسی هستین که انتخاب میکنه بازیکن خودش ادامه بده یا نه، بعد به این موضوع خیلی توجه بکنید. مثلا با آگاهی کامل این ضربه رو دارم، میدونستم که میتونم اون توپو بندازم. اینجا هم بدشانسی میارم توپ توپ 5 ماسک شد با لبه باند و خیلی مویی رد شد. بکنم نه دارتش یه بارم گفتم میز جهانیه، قشنگ میشه مسابقات جهانی روش برگزار کرد، همه چیش استاندارد میز. برابر 3. بریم به سراغ فریم 7 ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. تا اینجا ویدیو اگر دوست داشتین لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه که ما عشق و انرژی بگیریم از شما. واه نمیزنه محمد، بازی قبل رو خیلی استقبال کردیم، سورپرایز شدم. نه بعید میدونم توپو داده باشه، داده یا نه؟ نداده ولی احوه بابا احوه میافته تو. اینجا یه ضربه بنک نمیفته. اینجا خیلی راحت بازیکن میتونه توپو ببره میدل پاکت. چرا؟ چون 3-4 تا تو مانع افتادنش به کورنر پاکت میشن. اینجا هم 2 تا توپ میفته و اینجا نمیدونم چیکار میخواست بکنه که با اون ضربه بیاد پشت آبی. احتمالا برای بنک همون ضربه دوبل خودش رو آماده میکرد. نه نشد که بشه. یه موقعیت خوب واسه محمد و میزنه مش قهوهی رو بندازه دیگه. 9 یه جورایی تو پاکته. این توپ فریم بالش یه جورایی به حساب میاد. ما بریم به سراغ فریم بعد. فریم 8 رو شروع میکنیم 4-3. حالا دوباره یک فریم محمد میفته جلو. کلی هم خبر تو راهه، ولی همونجایی که میدونید من باید صبر کنم یه کاری اتفاق بیفته. اینه که اتفاق بیفته اعلام بکنیم که آقا این اتفاق افتاد و حرف پیشکی نزنی. ببین معمولا خب ببین مثلا دیدی محمد 4 رو زد، محمد هم اسنوکر بازه. خب 99% بازیکن پاکت بیلیارد اون ضربه رو میره برای پلنت، برای کومبو. ولی خب دیگم ذهن اسنوکریه، بازیکن میخواد سریع بازی رو ببره تمام بشه بره. وای چه نوحی نزد، چه نوحی نزد. دو سال تجربه، 9 مغزی از بغل میندازه که بازیکن بدونه نباید سوتی بده در
این مرحله خیلی عجیب بود، خودم یادم نبود که این نوحو نزده و انقدر تمیز و مرتب و منظم توپ نوح براش پات شد. آقا دو بازم برابر برابر 4-4. چون من مجبورم که شما این کارو کلا نکنه، من مجبورم با چوب اسنوکر ایتو بازی بکنم، احتمالا مسابقات هم با همین چوب میام، راحت ترم دیگه، من راحت ترم. خب قاعدتا الان میگه خب نیما فرقشون چیه این داستان ها؟ فرقش اینه که پاوری که چوب پاکت بیلیارد داره رو قاعدتا چی بهش میگم این چوب نداره. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، آه چطور این آبی آبی پنج نیفتاد؟ با آسونی نبود. خب یک ضربه بعد از محمد، توپ نهو میزنم 5-4 به نفع من. ولی بچه اینو بگم، بریک همو با چوب پاکت بیلیارد انجام میدم، اینو در نظر داشته باشید. نزدیک بود توپ نوهو بندازه، و یک ضربه اسیدی بزنه. اوکی اینجا توپ نمیخواستم توپ دو بیفته و نتونستم، اسنوکر شدم، ماسک شدم در واقع، اسنوکر نداره تو پاکت بیلیار. اینجا رو ببین چه فریم و مفت من از دست دادم. 5-5. بریم به سراغ فریم 11 ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. حتما خوشحال میشم رفقا تشریف بیارین با هم دیگه بازی بکنیم، ولی خب اگر جنبه شو دارید، جنبه باخت رو دارید، جنبه اینکه این همه آدم بازیتون رو ببینن بدون هیچ مسئله مشکلی، خدا ناکرده وقت کسی نیاد بازی بکنه بگه آقا چه میدونم فلان و بیسانه تصویر من رو پخش نکن و این داستان، اصلا همچین چیزهایی ما نداریم. یعنی با آگاهی کامل بیان که ویدیوتون در هر حالتی چه ببرید چه ببازید پخش میشه. حتی خب بعضی هم مینی بچه ها این همون صحبتی که کردم، چوب اون پاوری رو که چوب چیز بهش میده، چوب پاکت بیلیارد به توپ میده رو نداره قاعدتا. و اینا خواستم بگم که خب بعضی ها کلن چیزن دیگه، میگم بعد بگم جرأت، نمیدونم درستی یا نه، ولی جرأت اینکه جلوی دوربین بازی بکنن و حالا یه هر دلیلی ببازن رو ندارن. لطفا اگه کلا جز این شرایط هستی تشریف نیارید. به همون اندازه که میگم بگیم بیای، به همون اندازه میگم اگه آدم ها این سبکی هستی لطفا تشریف نیارید. تو حوصله غیر و غمی شو دیگه نداریم دیگه. بریم به سراغ توپ نو. 6-5 اوکی 6-5 محمد یعقوبی دوباره یه فریم میافته جلو، بازیمون خیلی لب به لب داره میره جلو. حالا اینجا یه توپ آبی خوب میزنم، بچه ها میدونی من دلیل یکی میفته حالا اون که لطف داریم ببنده، ولی من فکر کنم دلیل این که از این ویدیوها خیلی استقبال میشه این هستش که ما همیشه بازیکنان رو نقد و بررسی میکنیم از دید خودمون، ولی اینجا حداقل تو کمترین حالت ممکن توی ذهن یه بازیکن هستیم که داره تو ذهنش چی میگذره که من باشم. حالا میگم خیلی برنامه دارم، اینجا زدم که توپ 8 رو بندازم،
ولی چهاره جای خوبی با این است. حالا انقدر پلن دارم، انقدر برنامه دارم، یهو میبینی مثلا اون شخصی رو که دارم باش بازی میکنم هم تو برنامه آوردم، با هم دیگه نقد و بررسی کردیم. همه کاری میشه انجام داد، شما حمایت بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر، این کارا رو انجام بدیم و دیگه دونیت که دیگه نور الان نوره. ای لعنت به این بازی بیاد، ای لعنت به این بازی بیاد. دوباره کوریای محمد شروع شد. 7-5 بریم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. من اینجا میخواستم ماسک بکنم، پاورم زیاد بود، خیلی بد زدم. میدونی که این بد میشه، ذهن من به هم بریزه. هرکس 9 فریم ببره برنده بازیه. تا اینجا قصه 7-5. کیوبال میفته، بالین هند میشه. ذهنم به هم ریخته اینجا دیگه. میبینیم اصلا من توپ 4 رو دیگه اونجا نمیکوبم دیگه قاعدتا. میگیری چی بهت میگم؟ ذهن خیلی تو این ورزش مهمه، خیلی زیاد. یه کنان بد با توپ سبز. اینجا میخواستم ماسک کنم، ببینم شد یا نشد، یادم نمیاد. به 9 نمیخورد، احتمال ماسک شدنش خیلی زیاد بود. محمد یه سبز خوبو نمیزنه، یه سبز خوبو نمیزنه و جای خوبی هم براش وای میسته. نه 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 نه، کیوبالو ببین. ریسک نمی کنه بره برگرده محمد، قاعدتا بر رفت برگشت، ولی اینجا خب ریسک نمی کنه که این کار انجام بده. و نهو میزنه. اوکی منه. اوکی 8-5. یه فریم دیگه محمد ببره بازی تمومه. و من بعد چند فریم ببرم؟ من بعد 4 فریم ببرم دیگه میافتی رو دور بعد، دیگه افتادی دیگه. ولی خب اینو بهت بگم، بازیه، یعنی باید کنترلش کنی، باید باهاش کنار بیاید، بخشی از بازیه. واه چه توپی ننداخت، ولی خب ببین توپ نیافتاد ولی ماسک شد. میگیری چی بهت میگم؟ اینا جزوی از بازیه. این طرف با دست که این کار انجام نمیده که، یا مثلا به جای من که دیگه بریک نکرده که. منطقی باشین با خودتون و موقعی هم که عصبی هستید یا مثلا یه همچین چیزای شانسی اتفاق میفته، اینقدر خودتون رو سرزنش نکنید. میگیری چی بهت میگم؟ درگیر نشین با خودتون، هیچ اتفاقی نمیفته اگر درگیر بشین با خودتون، غیر از اینکه اعصابتون خورد بشه. حالا این اعصاب خورد کنیه کاملا طبیعیه، نمیزنه، چه حسرتی میخوره، نمیزنه. این اعصاب خورد کنی هم طبیعیه، ولی از اون طرف چی بعد بلد باشی تو؟ اینکه چطوری ردش کنی. خب اینجا نزدیک بود به توپ مشکی بگیره و بیفته. خب فکر کنم ندادم توپ نارنجی رو، نه؟ زاویه برشش خیلی باید زیاد باشه، اگرم فکر نمی کنم داشته باشدش. اوکی نه، اصلا میره برای کورنر پاکت، میره برای کورنر پاکت. بله، وای وای، این الان یادم افتاد این پنجه به این خفنی رو زدم، ماسک شد. لعنت به این شانس، لعنت به این شانس.
قد خوب زدم پنجو، خیلی توپ سختی بود. خب این از توپ بریم چطوری میره پشت هشت. خب اف روی راست زیر دستش فکر کنم خراب شد. آره زیر دست ماکس چینی یه جورایی، ماکس چینی معمولا با کیوبال بچسبه به توپ بگیم ماکس چینی، ولی اینم یه نوع ماکس چینی به حساب میاد. خب نمیزنه، نمیزنه. نگاه کن ببین کیوبال کجا وایسه. وای وای، دوباره ببینیم این صحنه رو، ببین چطوری وایستاد. هشت کجا وایستاده، کیوبال کجا، چه توپ سختی. اومدم کیوبال رو نیافته توی کورنر، هشت رو انداختم کیوبال افتاد. بدشانسی رو ببین. و اینجا نه و میزنه و تموم میشه. خب رفقا من بازم باختم. نمیتونم بگم بدم باختم، ولی چی بگم دیگه، وقتی اون هشتو با زیر باند اینقدر خوب زدم که قشنگ بره برگره بیاد پشت نه میفته، دیگه چی بگم من. اونجا دونی توپه مثلا تو دهنه پاکت وای میسته، بعد اسنوکر میشه، جزوی از بازیه و بعدم باید باختو قبول کنه و ازش کسب تجربه بکنه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین، دو تا نکته آموزشی یاد گرفته باشین و لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. خیلی خوشحالم که از این ویدیوها لذت میبرین. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.